حقایقی عجیب و باور نکردنی از زندگی شخصی رضا فیض نوروزی. از 20 سال زندگی و تحصیلش توی کشور آمریکا تا ماجرای ازدواجش با زهره مجابی با ما همراه باشید. یه مروری زندگی این بازیگر قدیمی رو انجام میدیم و در مورد علت بازگشتش به ایران هم صحبت میکنیم. سلام سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی، خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. خب آقای رضا فیض نوروزی متولد 4 تیر ماه سال 1330 در شهر کرمانشاه هستند. فارغ التحصیل فوق لیسانس بازیگری و کارگردانی تئاتر از دانشگاه آریزونای آمریکا. ایشون با کار گوهر کمال شناخته شدن و بیشتر شهرتشون رو مدیون کارهایی هستن که با مهران مدیری داشتن، به خصوص سریال قهوه تلخ. ایشون بیشتر تایم زندگیشون رو در شهر قزوین بودن. دوران کودکیشون رو در قزوین تحصیل کردن و بعد از دریافت دیپلم ریاضی وارد کلاس‌های بازیگری خانه تئاتر شهر قزوین شدن و زیر نظر رضا محمدی اصول بنیادی هنرپیشگی رو تو همون سنین کم یاد گرفتن. رضا فیض نوروزی در سال 50 وقتی که 20 ساله بود در رشته بازیگری وارد دانشگاه تهران شد و تا سال 51 دوره مربیگری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم گذرون. اون بعد از اون به عنوان مربی در کانون مشغول تدریس هم شد. در سال 52 تحت گروهی به سرپرستی دکتر فرحوشی مشغول گردآوری ادبیات و قصه های عامیانه ناحیه غرب ایران شد که قرار بودش در قالب یه مجموعه این آثار در تلویزیون ملی ایران پخش بشه. رضا فیض نوروزی خودش هم اصالتاً برای غرب کشور و شهر کرمانشاه هستش. اون بعد از اخذ مدرک لیسانس بازیگری از دانشگاه تهران به استخدام کانون پرورش فکری کودکان هم در اومد و به عنوان بازرس آموزشی در تئاتر مشغول به کار شد. ایشون در سال 57 وقتی که 27 ساله بودن در بحبوحه انقلاب تصمیم گرفتش که تحصیلاتش رو تکمیل بکنه. واسه تحصیلات تکمیلی تصمیم گرفت به آمریکا مهاجرت بکنه و در آریزونای آمریکا تحصیلاتش رو تکمیل کرد. حدوداً 19-20 سالی بعد از تکمیل تحصیلاتش در آمریکا زندگی میکرد و همونجا هم کار میکرد. تا اینکه در سال 76 به یک بار تصمیم گرفتش که به خاطر شرایط سختی که توی آمریکا داشت به ایران برگرده. ایشون توی آمریکا هم البته چندین کار سینمایی و تلویزیونی رو انجام داده بود، ولی خب لول کارهای مقدار پایین‌تر از کارهایی بودش که در ایران تجربهش رو داشت. واسه همین در سال 76 به ایران برگشت و بلافاصله چند ماه بعد با مجموعه کاکتوس 1 جلوی دوربین تلویزیون رفت و در همین سال هم سریال گوهر کمال رو بازی کرد که سر دومین کارش شهرتش بیشتر هم شد و مردم بیشتر اون رو شناختن. رضا فیض نوروزی با اینکه قبل از انقلاب هم کارهای تئاتر انجام میداد، ولی خب خیلی شهرت نداشتش و کل شهرتش به آثاری هستش که بعد از سال 77 توی تلویزیون و سینما بازی کرد. رضا فیض نوروزی سال 77 به خاطر درخششش در سریال گوهر کمال وارد سینما هم شد و فیلم سینمایی شبیخون رو بازی کرد. فیض نوروزی اوج فعالیتش رو میتونیم در سال 78 و فیلم سینمایی مومیایی 3 بدونیم که یکی از متفاوت ترین بازیهاش رو توی این فیلم سینمایی داشت و اون رو به اوج شهرت رسوند. اون در سال 83 هم با سریال کمربندها رو ببندید مهدی مظلومی در نقش کاپیتان شهرتش رو بین مردم بیشتر هم کرد. توی اوایل دهه 80 که دوران اوج تلویزیون ایران بودش، سریال‌های پرمخاطبی مثل کمربندها رو ببندیم و همینطور سریال‌های مهران مدیری از جمله مرد 1000 چهره و مرد 2000 چهره بسیار خوش درخشید و خودش رو محبوب‌تر هم کرد، تا اینکه در سریال نمایش خانگی قهوه‌ای تلخ و ویلای من هم کار مهران مدیری حضور داشت و توی اونجا هم درخشش قابل قبولی داشت. رضا فیض نوروزی سال هاست که با خانم زهره مجابی بازیگر خوب کشورمون که ایشون هم توی آثار زیادی با رضا فیض نوروزی هم بازی بوده ازدواج کرده. این زوج در دانشگاه تهران هم دوره بودن. البته خانم مجابی یه دوره ای هم کارهایی رو برای کانون پرورش فکریه
کودکان انجام داده بود و آشناییشون به خیلی قبلتر از ماجرای ازدواجشون برمیگرده. زهره مجابی متولد 25 بهمن ماه سال 1338 در شهرستان قزوین هستن و حدوداً 8 سالی از آقای رضا فیض نوروزی کوچیک‌ترن. ایشون بازیگر و نمایشنامه نویسن و در رشته بازیگری و کارگردانی دانشگاه تهران لیسانس گرفتن. شاید خیلی به قیافه و ظاهر آقای رضا فیض نوروزی نیاد، ولی ایشون دکترای کارگردانی تئاتر دارن. ایشون در دوره تحصیلشون در دانشگاه آریزونا در دپارتمان تئاتر در رشته بازیگری و کارگردانی تحصیل کردند. در سال 57 وارد دانشگاه شدن و در سال 62 با تسلیم پایان نامه خودشون تحت عنوان تحلیل پیش تولید کارگردان از نمایشنامه دایره گچی قفقازی و نیز کارگردانی این نمایشنامه در آریزونا دوره کارشناسی ارشد و دکترای خودشون رو تموم کردن. ایشون بعد از بازی در تئاتر تانگو به کارگردانی اسلام وایر مرجویک در دانشگاه آریزونا و نمایش همه علیه من به کارگردانی نیل سایمون در کنار رضا ژیان که اون زمان هم رضا ژیان در آمریکا تحصیل میکرد تحصیلاتش رو تکمیل کردن. متاسفانه هم رضا فیض نوروزی و هم خانم زهره مجابی با اینکه بازیگرهای تحصیل کرده و با دانشی هستن و طرفداران زیادی رو هم دارن، توی سالهای اخیر به خاطر مافیای سینما خیلی کم کار شدن و آثار زیادی رو توی دهه 90 و دهه 1400 از اینشون ندیدیم. از معروفترین آثار سینمایی که رضا فیض نوروزی بازی کرده میتونیم به شبی خون، مومیای سه، علی و دنی، مربای شیرین، تارزان و تارزن، کلا قرمزی و سروناز، جوجه اردک من، دایناسور، معادله، ده رقمی، چارچنگولی، تتل و راز صندوقچه اشاره بکنیم که آخرین کار سینمایی ایشون هم مربوط میشه به سال 92، یعنی بیش از 10 سال گذشته ازش. از کارهای تلویزیونی ایشون هم میتونیم به کاکتوس در سری 1 و 2 و 3 و کمربندها رو ببندیم، گوهر کمال، کجدم 33، رویای ناتمام، بایرام، روز رفتن، مرد 1000 و 2000 چهره، سهمی برای دوست، دست بالای دست که این سریال هم در نوروز 91 پخش شد و بازم بیش از 10 سال ازش گذشته. ایشون توی شبکه نمایش خانگی هم حدوداً 10 سالی هستش که کار جدید نداشتن و شوخی کردم برج آرام، ویلای من و قهوه تلخ آثار شبکه نمایش خانگی این هنرمند هستش. امیدواریم که هر کجا هستن سالم و سلامت باشن. حتما نظراتتون رو در مورد این بازیگر خوب کشورمون تو بخش کامنت ها بنویسید، بهمون بگید با کدوم یکی از فیلم های ایشون بیشتر خاطره دارید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.